محمد امیدوارم در یک ایران آزاد با یک سیستم دموکراتیک به معنای واقعی. آقای پهلوان یک بار دیگه مجله فردوسی رو در ایران به چاپ برسونن و اونجا ثمرات زحمات شبانه روزی که چه در ایران و چه در ایران کشیدن برای خود خودشون انشالله که داشته باشن ثمرات ایران خودشون. یه دستی بلند به افتخار اصل پهلوان خیلی زحمت کشیده واقعا باعث افتخار یک خانوم یک زن ایرانیه که اینقدر همراه پدرشه و بخواده. درود فراوان، اجازه خفه بلند شید کفه مفصل بزنید برای آقای عباس پهلوان عزیز به خاطر 55 سال خدمت. اجازه بدید خانم آقایان من راجع به زنی برای شما صحبت کنم که اسمش ناهید پهلوانی و در تمام این سالها مردانه ترین رفیق عباس پهلوان بوده. به افتخار این زن برایش بستی زنی که بتونه رنج ها و درد های یک فعال سیاسی رو تحمل کنه و هم به ابرو نیاره. ناهید تشریف بیارید. هیچ مردی موفق نیست مگر اینکه زنی مانند اون ناهید پهلوان کنار شیسته. همسرشون هستم. بعد از ایشون هم سخنرانی کردن کار بسیار دشواری. بنابراین من سخنرانی نمی‌کنم، فقط یک پیغام می‌دهم. خواهران و برادران، دختران و پسران، ایرانیان نازنین افتخار آفرین، درودم از راه دور نثارتان باد. اگرچه از شما دورم و به این دوری مجبور، همیشه دلم جای شماست و شعرم برای شما. با چشم دل عزیزان را از راه دور می‌بینم. از دوست فرزانه و بزرگوار خود دکتر صدرالدین الهی شنیدم که همت گماشتید و یکی از هممیهنان کوشنده و فرهیخته مطبوعات سرزمینمان را گرامی داشتید. هر آن که خاطر اهل وفا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد. این شخصیت سزاوار بزرگ داشت جز دوست دیرینه من عباس پهلوان نیست که نزدیک به 60 سال در راه گسترش فرهنگ و ادب ایران و اعتلاء نام ایرانیان جانمایه گروگان کرده است. تلاش دیروزین و امروزین او را در انتشار مجله فردوسی و فردوسی امروز حرمت می‌گذارم.
و همکاری های فرهنگی و اجتماعی صمیمانه‌اش را در تلویزیون کانال یک پاس می دارم و بر کسانی که در تشویق و تقدیر از خدمات او می کوشند آفرین می گویم. شهامت سرودنی و استقامت کمنظیر عباس عزیز شایسته آیین پهلوانی است. بار دیگر از دکتر الهی ارجمند سپاسگزارم که مرا از راه دور به شادمانی در این بزرگ داشت مجال حضور داد. سیمین بهبهانی، 18 مرداد. Hey.